ویروس کرونا که از شرق دور شروع شد، بعد از اینکه خاورمیانه و اروپا رو گرفت، رسید به غرب وحشی. در کانادا هم ویروس کرونا شرایط زندگی رو برای مردم سخت کرده. ویروسی که از یک بازار غذا شروع شد، حالا بیشترین تأثیرش رو روی بازار غذا گذاشته. روی رستوران‌ها و فعالیت‌های خوراکی در همه جای دنیا از جمله کانادا. در این دوره کرونا در کشور کانادا فعالیت رستوران‌ها محدود شده. رستوران‌ها یه تعداد زیادیشون فقط مجوز این رو دارن که از طریق بیرون بر یا تیک آوت یا رستوران‌های زنجیره‌ای مثل مک‌دونالد یا تیم هورتون یا استارباکس از طریق درایو ترو فقط خدمات میدن. یعنی با ماشین شما سفارش میدید و سفارشتو میگیری و میبری، نمیتونی داخل رستوران بشینی و غذا بخوری. و از طرف دیگه بعضی از رستوران‌های کوچیک‌تر هم فقط میتونن از طریق اپلیکیشن های غذا سفارش بدن و سفارش بگیرن، یا اینی که از طریق بیرون بر. و رستوران های فود کورت ها هم به طور کامل بسته شد. همونطور که میبینید بعضی از مغازه ها، بعضی از بیزنس ها مثل این استارباکس با اینکه درایو ترو هم داره اما بسته. این دیگه بستگی داره به نظر و تصمیم اونر یا مالک این مجموعه که ببینه حساب و کتاب بکنه، ببینه براش میصرفه که فقط از طریق درایو ترو بیزنسشو ببره جلو یا نه. بعضی از لوکیشن ها مثل اینجا خب یه جاییه که فقط مردم میان میشینن و بیشتر از داخل فضا استفاده میکنن. اینه که خب تصمیم میگیرن ببنن. این تصمیمی که دولت کانادا گرفته یا دولت‌های استانی گرفتن مبنی بر اینکه کلاً رستوران‌ها رو نبندن و به قول خودشون شاددن نکنن، خب تا حدود زیادی تونسته به بقای فعالیت رستوران‌ها کمک بکنه و رستوران‌ها مجبور نشدن که همه نیروهاشون رو تعدیل بکنن و از کار بیکار بکنن. با نصف ظرفیت یا بعضی‌هاشون شاید با حدود 80-90% ظرفیت همچنان دارن ادامه میدن به فعالیتشون. مردم هم از غذای بیرون بر دارن استفاده میکنن. اپلیکیشن های سفارش غذا به شدت فعال شدن و صنعت رستوران نخوابیده تا بعد از این بحران کرونا که دوباره باز بشن و زندگی به روال عادی خودش برگرده.